روز شبتون بخیر باشه. سلام به همه کاربرای گل زومبی، امیدوارم وقتتون بخیر باشه. امروز چهارمین لیگ بازی‌های رایانه ایران توی زومبی تماشا کنید. سلام، خوش اومدیم به گزارش ما، گزارش زومجی. داریم نیم نگاه های فصل جدید بازی‌ها رو با اسپایدرمن شروع می‌کنیم. امیدوارم حالتون خوب باشه، شب روزتون بخیر باشه. سلام. سلام، خیلی خوش اومدیم به لوزی. خیلی خوش اومدیم به لوزی. گیری الگیری به نظر ما خودمونو معرفی نفرمایید. من یک من 15 ثانیه باش بزن. آره یقت عذر میخوام. قبل از اینکه خودتونو معرفی کنین، شما تولدمونه. از اول چرا سوتی دادی؟ از اول نه، از اول دارم میرم. چرا سوتی دادی؟ از اول اولش چرا سوتی دادی؟ چی؟ چرا سوتی دادی الان قبلش؟ سوال یک. نام محمد حسین. شهرت زامبی. رضا جمعمدی هستم. دست درد نکنه، چه دعوا داری؟ دست درد تولد امروز. فرید خوبی؟ اگه یه زرافه داشتی باش چی کار میکردی؟ تو خونه نگهشون. تو خونه نگهشون داشتی؟ جا میشد؟ امیل حسین اندرس، حدود 10 ماه تو زنجی کار میکنم. مگه نگفت فقط معرفی کن. آها، من میثم خرید زدم، دبیر بخش موبایل زنجی. واتاشوا علی گودرزی دست کنچوا. آقای معتمد سلام، خسته نباشید. عذر میخوام، من یه کارت گرافیک جی تی ایکس 1060 دارم، میخواستم بدونم که بازی کدوم بازی‌ها رو میتونم با 60 فریم بازی کنم رو های. من آرایسم، آرایس نظریان هستم. چی هستی؟ آرایس. آرایس؟ آرایس. الف ر ال دو تا یسین. مگه ما علافی؟ نه. معرفی میکنم. نکو بچه. شکیب بشین. شکیب بشین. بازی کی بشین؟ خب. یه عدد دارم. مراقب. ببر اون. به دوربین نشون بده. هفته؟ بله. شماره 7 رو ازت میگیرم رضا، 2 رو بهت میدم، 300 تومنم بهت میدم. کم میخرم کم. یه سوال ما ازت پرسیده، گفته به نظرت اگه به جای بچه تو ایریزر هد یه سوسک پرنده گنده بود چه معنی داشت؟ تو 7893 کلمه اینو برام توضیح بده. مغزم جواب نمیده. کوجیما بزرگتر از این حرف هست. کوجیما بزرگتر از این. دوست داری کدوم شخصیت مارول و دی سی رو توی داستان ما هم ببینی؟ تو که خیلی برای زومجی شخصیت ها رو نوشتی و خیلی هم مقالاتت با ارزش. بتمن و آیرون من. بتمن و آیرون من؟ قبول میکنیم ازشون؟ کی دوست داری نقش بتمن رو بازی کنه؟ بنفلک. چرا 98 تروفی پلاتینیوم داری؟ من یکی از علاقه هام اینه که چلنج هایی که برام میزنن تموم کنم. اینم اونجوری. الان مثلا فورتنایت لول 100 داشتم میشدم، نمیشد، استار میخواست دیگه، اونقدر خودم کشتم. تازه دیشب تونستم که رسد. اول یه نفس عمیق میکشم، بعد میرم تو بازی، بعد فکر میکنم، بعد میرم خیلی بده، میرم راهنمای تروفیشو نگاه میکنم، سریع تمامش میکنم، میبند. آه، یعنی بیخیالم نمیشی، به هر حال میگیری. اگه یه چیز تروفیش را دست باشه میشه. آره، میرم. کی خود ژاپنیا ادبیات خودشونو نمیخونن، بعد تو ناف تهران ادبیات ژاپن میخونی؟ چیکار کنی؟ یه بار دیگه یه چیزی که تو خیلی تو زومجی داری
اونه اولا تخصصته که دست درد نکنه، دومی که خیلی جواب کامنت ها رو میدی با حوصله، کلا آدم با حوصله ای هستی. آقای معتمد سلام، خسته نباشید. عذر میخوام، من سلرون دارم پنتیوم. این درسته که شما نفر ششم جهانی الان؟ الان نه. نه چرا؟ تو چی نفر ششم جهانی؟ ما چه بازی دوبدی رو رفتیم یه بار تمام کردیم، تایمش خوب در اومد. کاسلوینیا رو ایشون تو 22 دقیقه تمام کرده. کاسلوینیا، کاسلوینیا راند اف بلاد. من اصلا کلمه میگم، تو اسم بگو، نظر بگو. فالات، تات هاوارد، فالات 76. خب نمیتونم بگم که اینجوری خیلی سری میپرسی. خب پس یواشتر بپرسم. فالا بازی مورد علاقه. حتی 76 الان نمیتونم بگم. چرا آرسنالی شدی؟ واقعیت رو بگم. واقعیت رو بگم، من خب از مثلا 5 سالگی، یعنی الان 27 سال آرسنالی هم. موقعی که بابام به میاد داد مثلا راه رفتن چیه، مهد کودک میری در چه، کلا زندگی چیزای فهمیدم آرسنالی شدم. داستان اینه که پدر من آرسنالی بود، داستان اینه که پدر ایشون آرسنالی بود. این یعنی واقعا بله، پدر بزرگ من خدا رحمتشون بکنه، خدا رحمتشون کنه. سنگین ترین اون که دیگه به خودم بوده، سنگین ترین باختت به تو فیفا 7 به نادر. کجا فرانسه و کرواسی. یه خاطره برام بگو از این چند وقتی که توی زومجی بودی، از اون روزای اول تا به امروز. بله. عرضم به حضورتون که یکی از جالبترین خاطرات بنده باز دوباره مربوط میشه به پخش خود. خدا رحمتش کنه. ای بابا. خدا رحمتش کنه. خب. مربوط میشه به پخش زنده. خب. یه بار کنفرانس سونی بود. یعنی کنفرانس اپل بود. قبلش هم کنفرانس فکر کنم PS6 سونی بود. بله. ما آقا قرار شد، من چون حالا یه مقداری گوشی هم دوست دارم، بچه های زومیت از ما دعوت کردن که منم کمکشون کنم. گوشی هم پس دوست داری دیگه، چه دوست داری؟ بله. خدا رحمتشون کنه، اتفاقی که میفت. خب در حال دیگه حق. خب بعد آقا ما نشستیم ساعت مثلا 9 شب سونی شروع شد، 11 نیم هم قرار بود اپل شروع بشه. خب من با میاد نشستم، اون موقع میاد زومیت بود هنوز، نشستیم و میاد با فراست، با میاد با فراست لایو رفتیم. لایو تموم شد دیگه، پیتزا خوردی؟ رفت... نه دیگه، همین داستان. میاد رفت همون، ببخشید من با آرش بودم، PS6 11 PS6 تموم شد، همون موقع اپل شروع میشد. همون میاد اومد نشست بغل من. بعد حالا من بدبخت گشنم بود، تشنم بود، خدا نه، ساعت مثلا 12:30 شبم بود، این اپل هم تموم نمیشد، اینا هم زنگ زدن پیتزا آورده بودن. پیتزا آرش عیاری، من همچی چیزی هم. اینجوری پیتزا، اسلایس پیتزا رو میگرفت اینجوری میآورد، گاز میزد جلو من، منم داشتم میدیدمش دیگه اون پشت دور بود، منم جلو اینجا داشتم میگفتم اپل داره آیفون 7. من فکر نمیکردم دارم اذیتت میکنم. این آها، من فکر نمیکردم دارم اذیتت، چون مطمئنا اگر میدونستم دارم اذیتت میکنم قطعا این کارو نمیکردم. من قطعا بیشتر میکردی. خب قشنگ جذب باحال ترینش، قشنگترین خاطره ای که دارم با یا شاید جز بامزه تریناش، پخش زنده ایتری 2016 بود. حالا هی اینو بگو، هر جا میشینیم بگو. پخش زنده ایتری 2016 بود، کنفرانس سونی، ساعت 5:30 صبح شروع شد. ما هم دفتر اون سال دفتر آپارات بودیم، داشتیم پخش زنده میرفتیم. آخرین کنفرانس 72 ساعت هم بود، نخوابیده بود. کنفرانس سونی هم با اون داستان ارکستر سمفونی گالاوار شروع شد، خیلی شیک و مجلسی ما نشسته بودیم، با آقانادا داشتیم با لایف میرفتیم، پخش زنده میرفتیم. اواسط کنفرانس که بود، ما از میلاد خواستیم، چون خیلی قیافه‌مون خسته است، وقتی که میریم روی تریلر ما رو نشون نده. قبول کرد میلاد از ما بدون هیچ کماکاسی، اما قبول کرد. و نادر هم خب فرصت استفاده میکرد و چرت میزد تو این بین. من داشتم صحبت میکردم، کامنت میدادم روی ویدیو، یک لحظه برگشتم دیدم همکار من خوابیده و ایشون خواب بود توی پخش زنده. اون بخش آبم میخوای صحبت کنی؟ زدم بهش، گفت چرا میزنی؟ گفتم خوابیدی. گفت من نخواب، خواب نبودم. من خواب بودی، چت قرمزه. گفت من خواب نبودم، من ششم عالی. گفتیم باش. یه ذره گذشت، تریلر یه بازی دیگه نشون دادن، ما برگشتیم رو صحنه، یه تریلر یه بازی دیگه نشون دادن، همکار من خواب بود مجدد. یعنی من چاره‌ای هم نداشتم جز اینکه برنامه رو ببرم جلو. همکار من پرسید وقتی بیدار شد، گفت ساعت چنده؟ گفتم که هنوز وسط لایو. گفت جدی؟ یه آبی، این یه قم آبی بغل همکار بنده بود، آیه امری. یه لحظه من دیدم صدا آب داره میاد، یعنی انگار بغل چشمه ما وایسادیم، آب و هوا عالی، صدای شلب شلوپ آب میاد، آبو میریخت تو صورتش. خدا وکیلی من دیدم
گفتم بهتری، گفت خوابم پرید. و بگو بازم خوابیدم بعد. بازم بعدش خوابیدم. بله. البته هیچکی نفهمید که نادر خواب بود، میگم چون که بشه. یه تبریکم بگو. تولد 4 سالگیمونه. من فکر کنم 2 سال و نیمه، 3 سال زومجی هم یادم نمیاد. زومجی تولد مبارک. وقت داره تموم شد. تولد مبارک زومجی. تولد زومجی رو به همه کاربرا تبریک میگم. خب امروز تولد زومجی الان به خاطر همین اینجا ما، ولی یه چیز مهمتر از تولد زومجی شاید باشه. میخواستم از کاربرا تشکر کنم که خب باعث شدن که به محلی برسیم که 4 سالگی زومجی رو تبریک بگیم. خواستم فقط بگم دمتون گرم که اینقدر دارید ما رو همراهی میکنید، اعتماد میکنید به ما، خبرامون دنبال میکنید. بس بلش تموم شد؟ بله. 4 سالی مسیر رو اومدیم، امیدوارم از بقیهش هم همزمان به یه اندازه لذت ببریم. مرسی که پیش ما محمد هستی. 4 سال شد که زومجی هست و امیدوارم که حداقل کم کم اگه عمری برای ما باشه تا 4 سال دیگه و هی این 4 سال تمدید بشه باشه، و امیدوارم که ما بتونیم هر روز و هر ماه هر سال با آیتم های جدید، چه ویدیویی چه متنی و مقالات جالب و باحال، بازم بتونیم محتوای خیلی خوبی رو تولید بکنیم و اینم قطعا نه یه نفره میشه، نه 2 نفره میشه، نه 10 نفره. تولد 4 سالگی زومجی رو به همه بچه ها همکارمون تبریک میگم. خیلی کیف داد نوشتم براتون تو این 4 سال، امیدوارم حالا ادامه داشته باشه. مرسی که پیش مایی. خرابتم. تولد مبارک زومجی. مرسی. تبریک میگم. تولد 4 سالگی مهمترین اتفاق صنعت رسانه و صنعت گیم و رسانه سازه سرگرمی. به ارمنی هم تبریک بگو. شنرابر من چورورت دارین زومجی اینه داردات شنرابر. مرسی. با بای. میخوام تبریک بگم از همینجا تولد زومجی 4 سالگیشو و آرزوی موفقیت بکنم برای همه دوستای خوبم که همکارام هم هستن، و آرزوی موفقیت بکنم برای سالهای بعد. و اینکه یه چیزو فقط میخوام بگم اینجا بدونید، اونم اینه که کار ما اصلا کار آسون نیست و میدونم خیلیاتون اینو ممکنه بدونین، خیلیاتون هم ممکنه اینجوری فکر کنین که این کار خیلی کار فان، خیلی کار هر وقت خواستی بیای، هر وقت خواستی بری، هر وقت خواستی تو کنه کار کنی. ولی میخواستم بگم حداقل که الان همه همکارام، حداقل اکثرشون خیلی هم تلاندیستن، بدونن این همین جان که کار ما اصلا کار ساده ای نیست، ولی به عشق شما این کار رو انجام میدیم تا ابد هم اگر شما باشین، ما این کار رو برای شما انجام میدیم. امیدوارم که لذت ببرید و روز به روزم بهتر بشیم. خیلی حرف زد. تولد مبارک. شلوغ نکن گودرزی.